غلام الدین سیف الدینوف یکی از متخصصان ورزیده و مهندسی ساحه انرژتیکا در سن 79 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. همسرش دلبر سیف الدینوف روز 1 ایون به رادیو آزادی گفت که شوهرش روز 31 می فوتید و شام همان روز او را در آرامگاه سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپردند. خانم سیف الدینوف در صحبت به رادیو آزادی گفت: امروز خونه بام دیوار خور است که قطعی یک جایه. خونه بام خیلی خور است. تندینه بالی سه بودم. نفس کشم سیار باز نیم بود. که اکنون شرایط که دینه سهار بودیم. از شوشون او بگرفتن یا گلتری دیساد گیرم گفتن برای تون که آی کسلو نکپند. تون گرفت او بردیم و استاز تمازشون گرفت. بندگی کرد. در بیمارستان مذکور عمدتاً گرفتاران التهاب شوش و یا بیماری کووید 19 معالجه می شوند. مهندسی ورزیده تاجیک تقریباً 40 سال در وزارت انرژتیکا، شرکت برق تاجیک و دیگر کارخانه های بزرگ شهر دوشنبه کار کرده است. سالهای اخیر به پرده از کمبودی های سوهای انرژتیکا و کار شرکت برق تاجیک تنقید میکرد که از بزرگترین شرکت های دولتی و قرضداری تاجیکستان است. پس از چنین تنقیدها او را از برق تاجیک به نفقه فرستادند، هرچند میگفت او را برای آشکارگویی از کار راندند. دلبر سیف الدینوف گفت همسرش برای آشکار بیانی آزار و اذیت زیاد میدید و حتی خواستند او را از خوابگاه تاجیک استاندارد در شهر دوشنبه رانند. شهر دوشنبه من رو برای اوسیا سلطانی که بریم آبشیش دو بیان میبخشین و خونه هم نداشتیم بیچاره می خونه رو در برفت. با گفته خانم سیف الدینوف خانه شخصی آیله آنها سال 1994 اول غارت و بعدن تصرف شد. سیف الدینوف تا آخر عمر برای بازپس گرفتن خانه سعی میکرد ولی بی‌نتیجه.